سوال میگه در هر یاخته ای که توانایی آقا اینجا رو نگاه هر یعنی همه 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 هر چی اومد تو ذهنت تو قبولش کن هر سلولی که میتونه یه کاری کنه حالا یه داستانی در موردش گفته تسته ببین اولا پیرایش ویرایش پیرایش ویرایش یکی در میون توی گزینه ما تکرار شدن سری با هم دیگه بریم ویرایش هم واسه یوکاریوتاس هم واسه پروکاریوتاس اما پیرایش فقط و فقط و فقط واسه کیاس یوکاریوتاس قبوله حالا پس با توجه به این میریم جلو که هر یاخته ای که توانای پیرایش داره فقط یوکاریوتا رو در نظر بگیر هر جانداری که میتونه ویرایش کنه هم یوکاریوتا هم پروکاریوتا رو در نظر بگیر حالا بریم میگه اونی که توانایی پیرایش داره یعنی کیا یوکاریوتا میگه رشته پولینوکلوتید قابل ترجمه یعنی چی هستن این یعنی ام ار امارنی. پولینوکلوتید قابل ترجمه میگه همواره طول عمر کوتاهی داره نه توی باکتریاست که طول عمرشون کوتاه است توی یوکاریوتا یارو از توی هسته ساخته میشه نمیدونم کلی داستان روش اتفاق میفته رو های اینترنش حذف میشه به هم میچسمن بالغ میشه میاد تو سیتوپلاس نرم نرمک و گرم گرمک واسه خودش حرکت میکنه یه ریبوزوم میاد از دور میبینتش بهش میچسبه اوه کلی داستان پس آقا این خیلی عمر داره اوکی پس گزینه یک رد میشه میگه اونه که توانه ویرایش داره یعنی کیا؟ یعنی هم باکتریا هم یوکاریوتا توالی میانه آیا باکتریا دارن؟ تو رو خدا تو بگو آیا باکتریا توالی میانه و بیانه دارن؟ والا ندارن یوکاریوتا هم که اینا رو دارن پس اصلا نمیخواد بخونیم اگه بیکاریم تا تهش بخونیم بره همین جای داستان ماجرا رو مشکل دار کرد میگه هر کی که خاصیت پیرایش داره یعنی چیا یعنی اه, یوکاریوتا ساختار ریبوزوم قبل از ترجمه کدون آغاز کامل میشه ببین من یه شک باست میکشم اینو بگو اماره نی هر تا نوکلوتیدش میشن یه دونه چی؟ کدون حالا ترتیب و قشنگوش کن کدونی که تا حرفش آ و ی و جی توسط بخش کوچیک ریبوزوم پیدا میشن حالا اینجا جایگاه پیری بزرگ میشه در حقیقت این بخش کوچولوی که آوردمش درست بعد از این که این اتفاق افتاد حالا تیارنه حامل اولین آمینو اسید که مکمل آیوجیه یعنی یو آسی متیونین میاره بعد از این که اینطوری شد بخش بزرگ ریبوزون میاد به ماجرامون اضافه میشه پس میگه ساختار رناتن قبل از ترجمه این اومده چسبیده ترتیب و گوش کن بخش کوچیک چسبید تیارنه اومد آمینو اسید و اوورد یعنی ترجمه شد دیگه حالا بخش بزرگه هلکو هلکو هلک میاد میچسبه به این کمپلکسی که از قبل وجود داشته پس بعد از ترجمهش میاد نه قبل از ترجمهش اینجا رفیقمون گفته چی؟ قبل از ترجمهش میاد پس گزینه سه هم غلطه حالا میگه که اونه که قابلیت ویرایش داره یعنی باکتریا و یوکاریوتا گروهی از عوامل کاهنده انرژی فلان و فلان آقا خطش بزن منظورش آنزیمه من دارم بهت میگم هر وقت هر جا توی هر سوالی توی کنکور اینو دیدی خطش بزن براش بنویس آنزیم میگه دارای پیوند فسفودی استر میشن میگه گروهی از اینا میگه آقا کلا که تست غلط شد مگه آنزیما پروتئینی نیستن آیا پروتئین‌ها مگه فسفودی استر دارن یادت بمونه آر آر ان آنزیم غیر پروتئینیه پس آر آر ان با اینکه آنزیمه اما اما ساختار پروتئینی نداره اما ساختار نوکلئی کسی داره که پیوند فسفودی استر توشه پس گزینه چهار گزینه درستمونه